سلام با یکایک شما بینندگان عزیز زکی و هوشمند تلویزیون بهارستان ما تصمیم گرفتیم که در موسم نو برنامه تحلیلی فکری شما را با مطرح عمدترین مسائل روز پیشنهاد نماییم. نخست موضوع برنامه انتخاب گردید از خطر اینترنت کافه ها به مفکوره و حالت روانی نسل معاصر. بینندگان عزیز در برنامه امروز ما را همراهی میکنند عبدالله شاهیان کارمند ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، جلال الدین امیر کارمند وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، بهرالله سیدزاده روانشناس آموزگار کافدرای پسیخولوگیای دانشگاه ملی تاجیکستان، ربانی نورزاده کارمند کمیته کاربر جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رانا نصرالدین زاده رهبر محفل فروغ صبح دانای کتاب است در نزد کمیته کاربر جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2020. و بینندگان عزیز همزمان با ارادت و صداقت مندی حضور دارند در برنامه امروزه یک زمره خوانندگان مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه و اختیاریان کمیته کاربر جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که همگان را خوش آمدید میگوییم. بازی های کامپیوتری به حالت روانی انسان ضرر جدی دارد، زیرا در اکثر این بازی ها ظهور زورآوری و جنایتکاری، تقلید بی‌واسطه نسل معاصر با کشتار و وحشیانیت و دست زدن به کارهای نامطلوب به نظر می رسد. گرچنده که در مملکت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول گردیده باشد هم، اما تا حال بعضی از والدین و شخصان آنها را عوض کننده مفهوم آن را خوب درک ننموده نسبت تعلیم و تربیت فرزندان خیش به اهمیتی ظاهر می نمایند که در نتیجه از جانب آنها قانون شکنی های زیاده با وجود می آید. امروز وقت آن رسیده است که اداره کننده و یا تنظیم کننده هر یک انسان پیش از همه خودی او باشد. امروز نورسان و جوانان ما با درک بلند مسئولیت پیش خود مقصد گذارند که در آینده همچون انسان کامل به وای رسند. طبق اطلاع مسئولین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در 9 ماه سال روان 3779 رید و عملیات های مشترک گذرانده شده است و در روند فعالیت کاری 2034 نفر نابالغ هنگام مشغول شدن با بازی های کامپیوتری دستگیر شدند. باید گفت که در جامعه کنونی جهت پیشگیری نمودن نسل نورس از چنین کردارها همه ساختارهای دولتی و جامعه بی‌طرف نباشند. نسل کلانسال نیز باید سری این مسائل پیوسته اندیشه کنند. استفاده هر گونه بازی، فیلم های خصوصیت زورآوری داشته و از معیار اخلاقی بیرون متاسفانه امروز برای نابالغان و جوانان مایه شفق و تماشا گردید است. محض چنین بازی ها بر روح و روان انسان مخصوصا نابالغان و جوانان که هنوز انکشاف نیافتند تأثیر منفی رسانیده، عاقبت آنها را به صادر نمودن هر گونه عمل های نامطلوب وادار می نماید. گرچنده که مسئولین کار با نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پیوسته سری مسائل بالا ذکر اندیشه نموده ریدهای مشترک را می گذرانند، اما تا هنوز فضای بازی های کامپیوتری را کتابخانه و مطالعه کتاب نگرفته است. عین زمان در قلمرو مملکت 245 عدد اینترنت کافه و 355 بازی بوکمیکری فعالیت میکنند. در زمان معاصر مشغول شدن به تکنولوژی نوین طلب زمان است، اما با مورد استفاده بردن آن از مسئولیت هر یکی ما وابستگی دارد. لازم به قید است که با صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان از جانب دولت و حکومت مملکت برای نورسان و جوانان شرایط مساعد علم آموزی و دانش آموزی فراهم آورده شده است تا اینکه نسل آینده ساز کشور در روحیه وطن دوستی و ارج گذاری به مقدسات ملی به کمال رسند. حاضرین ارجمند، بازی های کامپیوتری جلب نورسان و جوانان به آن پدیده نو نیست، لیکن وحشیانه و کشتار جلب کردن کودکان و نورسان به واسطه بازی های کامپیوتری عمل های می باشند که امروز جامعه جهان را به تشویش آورده است و
متاسفانه جمهوری تاجیکستان از این استثنا نیست و ما تصمیم گرفتیم که نخست برنامه تحلیل فکری شما رو در موسم نو وابسته به این موضوع آغاز کنیم. عین زمان موافق مقصد است که شما همچون کارشناسان امروزه، شما همچون جوانان فعال، خوانندگان مؤسسه تعلیمی وابسته به این مسائل ابراز نظر کرده باشید. مرحمت، کلید صحبت در اختیار شما است، میخواهیم شنویم. امروز ما در عصر 21 قرار داریم و هر یک نوگانی علمی و تکنیکی که روی کار می آید به منفعت جامعه است، به منفعت پیشرفت عالم امروز بشری است و از آن ثمرناک و درست استفاده بردن به منفعت همه کارهاست. و امروز پیدا شدن اینترنت، پیدا شدن کامپیوتر و دیگر واسطه های نوی تکنیکی استخباراتی در جامعه امروز خیلی به منفعت جامعه هستند و عامل اساسی پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و علمی در جهان امروز هستند. از آنها درست استفاده بردن می تواند که گفتیم به اقتصادیات، به اجتماعیات، به سیاست، علم و فرهنگ تاثیر خیلی قوی داشته باشند. ولی استفاده نادرست این شبکه ها، استفاده نادرست بردن اینترنت و وارد شدن به هر گونه سایت های مفکوره انسان ها را خلل دار کننده، وارد شدن به هر گونه اخبارات های بردروغ و تحریف آمیزی که منظورشان کاسته کردن اخلاق جوانان است، می تواند که جامعه را به گمراهی برد، جوانان را به گمراهی رهنمون سازد و یک فضای خالیگی، یک فضایی که جز مثلا تحقیر، جز وحشت، جز مثلا فحش و دیگر مسائلی که برای جامعه خطرناک است در مفکوره جوانان چیز دیگر ایجاد نمی کند. از این لحاظ باید تاکید کنیم که استفاده درست کامپیوتر، استفاده درست شبکه اینترنت ما را به همه اون مراد و مقصدهای عالی انسانی که امروز جامعه های پیشرفته عالم دارن به اونها رهنمون می سازد، به شرطی که ما درست استفاده بردن این همین کامپیوتر و شبکه اینترنت داشته باشیم. امروز اینترنت کافه ها که در هر گوشه تاجیکستان حتی در دوردست‌ترین دیه‌ها گشوده شدند به منفعت می باشند، به شرطی که آنها درست استفاده کردند. به منفعت هستند به شرطی که مخصوصا کودکان و نورسان راهنمایی داشته باشند از حساب پدر و مادر، از حساب آموزگارا، برادران کلان سال. و من جامعه امروز تاجیکستان که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم جامعه را مسئول کرده است تا نظارت کنند، تا رهنمون جوانان باشن، رهنمون کودکان و نورسان باشن، اگر به منفعت ما استفاده میکنیم پس ببینید که به اون مقصدهای عالی انسانی، به اون هدفهای بزرگ بشری ما رسیده میتونیم اگر اون به منفعت استفاده میبریم. اگر منظورمون بازی است، میخوان که در شکلهای گوناگون مغز شویی کنن، جوانان را به هر گونه اخلاقی بیگانه رهنمایی کنن، اگر ما به این شبکه وارد میشیم، اگر ما استفاده درست اینترنت برای خودمان مطرح کرده نمیتونیم، پس بدونید که ما با یک چاه، با یک چاهی بسیار چاهی چخوری که ما را به جز خرابی به جای دیگری نمیبرد با اون وارد شده ایم و هر لحظه مفکوره ما، معنی ما، مغز ما را، پسیکولوژی ما را اونها ویرون میسازند. و از این لحاظ از زینه مؤسسه های تا مکتبی سر کرده تا زینه مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، تمام مؤسسه های تعلیمی با کامپیوتر و واسطه های نوی تکنیکی تامین شدند، به شبکه اینترنت پیوستند. درس ها برای آموزش کامپیوتر و دیگر واسطه های نوی تکنیکی فیلم از زینه مؤسسه های تا مکتبی آغاز کرده تا زینه تحصیلات عالی کسبی وجود دارند. و چون منظور ما، منظور جامعه امروز تاجیکستان اخلاق بلند انسانی است، رسیدن به اون هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت معارف است و چون پرزیدنت عزیز کشور
در سیاست خودشون ساحه معارف را ساحه کلیدی اعلان داشتند. از این لحاظ هر یک نوگانی که در ساحه علم و تکنیک روی کار می آید در مؤسسه تعلیمی تعلیم داده میشن، راهنمایی کرده میشن جوانان. و من فکر میکنم که امروز جوانان ما با راهنمایی آموزگاران، با راهنمایی جامعه، با راهنمایی پدر و مادران و کلانسالان نیاز دارند تا آنها رو راهنما سازند، راهنمایی کنند که مثلا گفتیم از شبکه اینترنت باشد، خواه از اینترنت کافی ها باشد، یعنی درست استفاده بردن، درست در اونجا نشستن و مثلا از اون علم گرفتن، از اون چیزهایی رو گرفتن در کار که برای آینده اونها ضرور باشد، من فکر میکنم که اونها میتونن به اون هدف ها برسن. سلامت باشید، این فکر شما بود معلم عزیز. به حساب میونه اگر گیریم 90% فعالیت مرکزهای کامپیوتری و اینترنتی خود همون بازی ها هستند که به واسطه یارو قسلی ها پیاده کرده می شود. اونانی که همین بازی ها رو سازمان دادن و برنامه سازی کردن، هدفشون تنها برای آماده کردن جوانان به ساحه حربی برای مدافع وطن بود. لیکن امروز جوانان ما چگونه استفاده میکنه؟ تعلیم و تربیت نسل نوراست یکی از وظیفه های مهم دولت، جامعه و اویلا و مکتب به حساب می رود. باید ما نسل نوراس را در روحیه وطن دوستی، افتخار ملی و میهن شناسی تربیت نماییم. چنانچه برنامه شما انا خطر اینترنت کافی با مفکوره و خاطره روانی نسل معاصر نام گرفته است. انا امروز جهان را به استفاده تکنولوژی معاصر گمان کردن غیر امکان است. باید آن را ثمرانداق استفاده بریم. چنانچه اکثریت بازی‌های کامپیوتری که امروز در مرکز بازی‌های کامپیوتری هستند با ذهن کودکان تاثیر بد میرساند و اکثر آنها از قتل و کشتار و دیگر چیزها عبارتند. باید صاحب کاری که با این گونه فعالیت مشغول هستند باید پیش از همه فکر جامعه و فکر نسل نوراس را به این باد گیرند و همون مرکزهای کامپیوتری که امروز در جمهوری ما در جامعه عمل میکند اصلا در زیر بناهای تاخانه ها جایگیرند که عادتا هم به ذهن نسل نوراس تاثیر بد دارد، هم به سلامتی آنها تاثیر بد گذاشته میتواند. تشکر، سلامت باشید. قانونگذاری معین کرده است که در جمهوری تاجیکستان مثلا اون نفرانی که سینشون به 18 نرسیده است منع کرده شده است وارد شدن به چنین مرکزها. شما که همه روزه پیگیر این مسائل هستید، برای چی به اندیشه شما همچون یک کارشناسی مسائل امروز خودی پدر و مادران پیش از همه، خودی خوانندگان، این خودی مالکدارانی همونها انا می چیز رو رعایت نمیکنه؟ چطوری که از قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بر می آید، پدر و مادر عهده‌دار است که در تعلیم و تربیت فرزند با مؤسسه تعلیمی همکاری نماید و او حقوق دارد که از پرووایدرهای اینترنتی فرزند او چی را استفاده میبرد نظارت برد، طریق رایگان فهمد که با چه شبکه درآمد است، چی استفاده میبرد. و به اکثریت صاحب کارهای ما که امروز به همین گونه فعالیت مشغول هستند در فکر آن نیستند که انا در ذهن بچه اون تاثیر بد میرساند و در فکر منفیت خودشان هستند. چطوری که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کدکس فعالیت ماموری ماده 464 پریم یک را از طرف شخصان واقعی و حقوقی راه دادن و اجازت ورود شوی به کلوب های شبانه، دیسک کلوب ها و بازی های کامپیوتری تا 7-10 نشون دهنده جریمه پیشنهاد کرده شده است. تشکر، سلامت باشید. برای چی مثلا در جامعه امروز تاجیکستان زیادتر خود جوانان روی میارند؟ واقعا هم نوراسان و جوانان همچون یک نیروی سازنده و بنیادکار در هر دور و زمان اعتراف شدند و واقعا هم جوانان و نوراسان از لحاظ علمی و سیاسی و فرهنگی و ورزشی آب و تاب یافته میتوانند فردای درخشان ملت و جامعه را معین سازند. و امروز موضوعی که انتخاب شده است که خوف اینترنت کافه ها یکی از موضوع های مبرمی روز به حساب می رود. خب استفاده نمودن از اینترنت کافه ها و یا اینکه از اینترنت، یعنی که دو جنبه اساسی دارد که یکی جنبه سازنده می باشد و دیگری جنبه سوزنده. جنبه سازنده یعنی که همین است که جوانان می توانند امروز از فضای بزرگ اینترنت، از شبکه های اجتماعی، یعنی که از تازه ترین خبر و نویدهای سیاسی و فرهنگی با خبر شان و از شبکه‌های علمی، یعنی که برای معلومات‌های علمی را برای خود
دسترس نمویند. و جنبه سوزنده آن در آن است که امروز ببینید در شبکه‌های اجتماعی خاصه در اینترنت فعالیت زیادی گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی و گروه‌های افراطگرایی زیاد شده شدند که و همان جوانانی که یعنی که از آن گروه ها یعنی که بازدید و از آن فعالیت آنها یعنی که از شبکه های اجتماعی یعنی که از اینترنت استفاده میتونند که یعنی که مفکوره آنها را ضعیف گردانند و واقعا هم برای بلند برداشتن سطح دانش نورسان و جوانان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه از جانب پیشوای معظم ملت یعنی که تعداد گیرندگان استیپندی پرزیدنتی با 4000 رسانیده شد که این واقعا هم میتواند جوانان و نورسان را برای باز هم دانش آموختن و از این از همه گونه یعنی که کارهای بهوده یعنی که مشغول شدن باز دارد و این چنین از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و این چنین از جانب ساختارهای محلی آن همه روزه در مؤسسه های تحصیلات عالی و میانه کشور خوانش های سیاسی برگزار کرده می شود که مقصد از برگزاری خوانش های سیاسی این بلند نمودن مفکوره سیاسی و فرهنگی و علمی نورسان و جوانان به حساب می رود و واقعا هم اینچنین برای باز هم یعنی که جوانان را از گروه های افراطی از استفاده نبردن از شبکه های اجتماعی و به کارهای بهوده مشغول نشدن جوانان همه ساله از جانب کمیته محفل آموزشی جوانان پیروی پیشوای ملت برگزار کرده می شود که الکترونی آن پر از حساب راهبران وزارت اداره ها جلب کرده شدند و واقعا هم این گونه برگزاری این گونه چاره بینی ها می تواند که جوانان را یعنی که درگیرد سیاست خردمندانه و سازنده پیشوای معظم ملت متحد سازد و این جوانانی که در این گونه محفل ها اشتراک میکنند می توانند که همه آن شنیده و همان معلومات های علمی و حقوقی که به خود کسب نمودند با همسالان خود از روی پرینسیپ همسال به همسال برسانند و مفکوره جوانان را بسیار هم بلند بردارند. امروز از جانب کمیته کار با جوانان در نزد کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفل های دایم عمل کننده از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، محفل راه بلد و این چنین محفل حقوقشناسان جوان یعنی که فعالیت میکند که اینها یعنی که جوانان را در برابر آموختن علم و دانش باز یعنی که به محفل های خود جلب می نمایند و کمیته همیشه یعنی که در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی بسیار هم فعالیت های بسیار هم جانناک داره و طبق نقشه مشترک کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت کارهای داخلی و دیگر وزارت ها پوره یعنی که چاره بینی ها برگزار کرده می شود. تشکر، سلامت باشید. اکنون ببینید که مثلا قید کردیم این زمان که هر نفری که مثلا روی میورد به مرکزهای دلخوشی حتما با مقصد بازی کردن است. من فکر میکنم که هر نفری که از اینترنت، از شبکه جهانی اینترنت میخواهد که مواد گیرد، میخواهد که پرثمر استفاده کند، این عمل را در مکتبهای عالی میانه پیاده میکند. اکنون وقتی که وارد مرکزهای دلخوشی شد، استفاده کرد یاروق و اسلحه ها را با واسطه بازی های کامپیوتری، تا کدام اندازه به حالت روانی آن تاثیر میرساند و این تاثیر چگونه است؟ سال 2010 سال فرهنگی تکنیکی اعلان گردید. سال 2011 قانون مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند روی کار آمد که در باب دوم این قانون آمده است. تماشای فیلم ها، آن خصوصیت تروریستی، اکستریمیستی، شهوانی، زورآوری دارند، تماشا نمودن این گونه نوارها از طرف نابالغان قطعا منع کرده شود و رعایت این پیش از همه به والدین واگذار کرده شد. پدر و مادر شخصون اونها رو عوض کننده واگذار کرده شد. اکنون بینید که 11 سال قبل چنین مثلا قانون ها یا که اعلان نمودن سال فرهنگی تکنیکی روی کار آمده بود، تا به حاضر نقصان یعنی که دیده می شود. برای چی چنین کار ادامه دارد؟ در اینجا حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات های دخلدار، جامعه یعنی که شهروندی به طوری باید و شاید اون مسئولیت و اون وظیفه هایی که به دوش خود داشتن انجام دادن و انجام داده استودن و این نقصانی که جای دارد از حساب انمین بی‌توجهی و بی‌پروایی پدر و مادر است. پیش از اون که ما بی‌پروایی گفته، شما چی را در نظر یعنی دارید؟ مثلا من پدر و مادر هستم، هر روز که از نزد خانه میگذرم در اونجا مرکز دلخوشی است، خواه نخواه فرزند من به اونجا میرود،
وقتی که من در کار هستم چی کنم من؟ درست است، یعنی که برای اونه که ما سوال تیم که چرا مثلا در یک وضعیت معین شده 10 نفر حضور دارد و نه همه او مراق ظاهر میکنند به اینترنت کافه، چرا؟ برای این سوال پیدا کردن یعنی پاسخ پیدا کردن ما باید دیگر پهلوی نروی روشن نمویم. چگونه؟ یعنی پدر و مادر اگر به طور باید و شاید مسئولیت خودش اجرا کند، کمودی که جای دارد ضرورت به دخالت دیگر مقامات ها نمیموند. بینید ما حالان که پدر و مادر به هر یک فرزند خود نو و بسه از سین و سال تلفن های بسیار یک قیمت به ها ارزش قیمت یعنی که صاحب هستند خریداری می نماید، به هر یک کدومنی اونها مبلغ گذاری میکنند که تا اینترنت پیوست شوند. تصور کنید نفرانی که شاید ما فکر کنیم که نفرانی با اینترنت کافه وارد نمی شود اونها از اینترنت دورند، نه، چرا؟ برای اونی که تلفن هایی که در دست اونها هستند دو کرته از همون کامپیوتر هایی که در اینترنت کافه هست زیادتر یا که تیزتر وارد اینترنت می شوند. برای نوبالغ از کجا پول مییابد؟ یعنی مبلغی که خریداری اینترنت هم میکنند، مبلغی که مثلا در تلفن وارد میکنند و هم صحبت میشود با یار و رفیقای خودش که از کجا مییابد؟ البته که پدر مادر دسترس میکنند. پس در اینجا محک اساسی یا که نقطه اساسی که باید پیگیری شود این به واسطه فعالیت پدر مادر است. تصور کنید که هر یک پدر و مادر با فرزند چنین شرایط فراهم میآورد و خودش در جای کار است یا که شبانه مثلا در اتاق الوهیده خواب میکند، نامعلوم که اون نورست یا که خودی همون جوان با کدام سایت ها وارد میشود. تشکر. شما مشخصا گفته میتوانید که برای برطرف کردن یا که اداره کردن همین یک تلفن موبایلی پدر و مادر، مثلا من بگو که خونه خوابم الوهیده است، مشخصا چی کارها رو باید کنم که فرزندی من تلفن در دست نداشته باشد؟ مرحمت یک. پیش از اون که برای در جامعه امروز چون که در بالا قید کردن استفاده یا که تکنولوژی نوین به واسطه همین اینترنت که مثلا برای پوچتا یا که دیگر حجات گذاری ها لازم است، ما صرف نظر کردن نمی توانیم که عموما نداشته باشیم، ولی همینا در دایره چارچوبه نه که عمل کردنش امکان پذیر است. چگونه؟ مثلا یک تلفنی که خونه با ورید هست یا که یک کامپیوتری که در خونه هست بگذار با اینترنت پیوست باشد و هر عضو اویله که میتواند یا که خواهش دارد یا که نمیدونم سپارش گرفته است که از اینترنت استفاده کند، بگذار در به واسطه پدر و مادر یا که شخصان اونها را عوض کننده با نظارت اونها واردی اینترنت شود. نه اینکه همه مثلا در یک خونه اگر 3 نفر نورست باشد یا 3 نفر جوان باشد 3 تلفن است، 3 تلفن با اینترنت پیوست است. یعنی وقتی معین برای هر یک فرزند. بله، اگر تصور کنید هر یک تا اینا وارد شدن مثلا نظارت کردن از حساب والدین خیلی وقت زیاد میگیرد و والدین که خود کارگر هست و مثلا سفارش های خود دارد، من فکر نمیکنم که وقت زیادی خودش را صرف کرده تواند برای نظارت این گونه عمل. لیکن ثمره فعالیت ما خود محض برای فرزند است که البته چگونه بعد من نمیتونم. متاسفانه بعضی پدر و مادران در اون عقیده اند که فرزند به تمام شرایطی یعنی که مادی تامین باشد گویا که او قرض والدینی خود اجرا کرده است، اما پهلوی معنوی اون چیکار میکند؟ صرف نظر میکند که از همه یعنی که اساسی فعالیت والدین انمین بلند برداشتن معنویات، آداب و اخلاق خوب و حسی وطن دوستی خویشتن شناسی را در خود فرزند تشکل دادن است. تشکر. این فکر شما بود به این مسئله باز برمیگردیم. شما همچون یک جوان خودشناس خودآگاه اکنون اندیشه خود را گفتید، میخواستیم وابسته به حالت روانی از جهت علم پسیکولوژی صحبت کنید که وقتی که هر یک نفری که مثلا بازی های کامپیوتری میکند به کدام حالت روانی گرفتار میشود؟ بسیار سوال به مورد است. یعنی که از نظر روانی هر یکی ما دوره های گوناگون سین و سالی را اثر میگذرانیم و هر یک دوره سین و سالی در چارچوبه خودش دوره بحرانی دارد. یعنی که این بحران هایی که در سین و سالی معین شده میگذرند خصوصیت های خاصی روانی و جسمانی را چکا میکنند؟ روی کار میبیارند. مثلا در سین نورسی که به خوانندگان سینفای از 6 گویم به تا سینفای 8 یعنی که چی میشود دربر میگیرد، در اینا چی خصوصیت های خاص
یعنی که روی کار میبینن، هم از نظر بیولوژی فیزیولوژی و هم از نظر روانی. مثلا از نظر روانی حسی اگریسیو اینو بلند میشود. تصور کنید که نفری که اگریسیو بلند دارد و باز با مثلا بازی هایی که مرغ ظاهر میکند و کشتار دارد، نمیدونم قصاص دارد، یعنی که بازی هایی که زمینه میگذارد باز هم برای بلند نمودن اگریسیو او. و این باعث اون میشود که اگریسیو ای که چند کراتا بالا می شود و هر حالت نوچیزی ده که به خش اومده هر عملی را هر عملی ناروایی را انجام دهد. یکی از خصوصیات های که اینا حتی مثلا نه اینکه روانشناسا و پدagog هم از این چیز واقف هستند، یعنی که آگاه هستند که چنین عمل ها در سن نورسی یا که در سن اولی جوانی در سن سنفوی 10 11 در بر میگیرد. همه این عمل ها یعنی که سن و سال ها خصوصیات های خاصی روانی خودش دارند. تصور کنید اکنون این از نظری روانی یکی از پهلوهاش انمین بلند نمودن اگریسیو، یعنی که رواج رونق دادن اگریسیو است. این یک پهلوی مثلا. پهلوی دیگر مثلا اون است که در همین سایت های اجتماعی یعنی که گروه های تبلیغگری اکستریمیستی و تروریستی داشته چیکار میکنند؟ فعالیت میکنند. اینا توسط چی اینقدر جوان ها را به خودشان جلب میکنند؟ انمین تاثیر رسانی های پسیکولوژی، انمی تلقین کنی های پسیکولوژی است که مثلا با اونا زمینه میگذارد و اونها را به درجه میبرد که چیکار میکند؟ به خودشان جلب میکند. یکی از پهلو با مفکوره بله بله انمی تاثیر رسانی های پسیکولوژی تلقین شوندگی انمی نورسون و نوجوانان اونا چیکار میکنند؟ سوء استفاده میکنند. از اون جمله خصوصیت های سن سالی را که جوانان بخصوص در سن نورسی نوجوانی همه میخواهد در مرکز دقتی اطرافیان باشد، جامعه باشد که مثلا نام او را گیرند و چی با حتی که اونا راضی هستند که با منفی نامشون را گیرند و لیکن توجه جامعه را به خودش جلب کند. همین خصوصیت های پسیکولوژی دوره نورسی و نوجوانی را استفاده کردن و تلقین شوندگی اونها را به نوبت گرفتن این گروه ها چیکار میکند؟ بیشتر کوشش میکند از همین حساب کند. چرا آدمان کلانسول جلب نمیشوند؟ همه اون گروه هایی ده که شامل می شوند از سبب جوان ها و نوجوان ها. برای چی جلب می شوند کلون سال؟ برای اونه که اینها علاقه در سین کمالات رسیدگی هستند، یعنی که می دونن تحلیل و ترکیب میکنن، خلاصه براری میکنن که آیا عملی من چی می شود، آیا این کی است که به من مثلا چنین مراجعت کرده است. مثلا همه اینها اول تحلیل ترکیب خلاصه براری می شوند و بعدا مثلا هر عملشون نسل مثلا کلونسولون انجام میدن. جوان ها که از حساب یعنی غرور جوانی، خصوصیت های روانی جوانی مثلا تو اندازه کوتاه اندیش که هستن، من نمیتوانم گفتم بله من میتوانم کوتاه اندیش که هستن و توجه دیگر را به خود جلب کردم در مرکز دقت جامعه بودن پیش میکنن و به هر عمل چیکار میکنن دست میزنن. از همین حساب برای کاهش دادن همه این عمل های نامطلوبی که در جامعه رخ میدهد این به واسطه فعالیت پرثمری والدین است که می تواند همه این عمل ها کاهش یابد. ما نمی توانیم اینا به طور مکمل چیکار کنیم از بین بریم، لیکن در سطح خیلی پست قرار داده می توانیم. این فعالیت پدر و مادر است. درست قید کردید، تشکر، سلامت باشید. ما نیز در آغاز برنامه گفتیم که این موضوع نو نیست، اما عمل و پدیده هایی که این مسائل با وجود می آورد نگرانی کننده است. سلامت باشید، تشکر. یعنی شما بر آن نظرت که مثلا جنایت و جنایتکاری گفتید، افرادگرایی گفتید، قدم اولش وارد شدن به مرکزهای دلخوشی، استفاده نادرست تلفن های موبایلی و استفاده کردن از شبکه جهانی اینترنت است و قدم دیگر می شود به دیسکا کلوب ها رفتن، به خود یراق سرد گرفتن، مناقشه های گروهی را به وجود آوردن. اما برای چی مثلا در جامعه که حاضر گفتیم این خیلی است، خودی رعنا نصرالدین زاده روی نآوردن، در حالی که می توانند در دیگر دولت ها خودی دختران است، دختران نیز شامل مرکز های دلخوشی می شوند. چی نظر دارید شما مرام؟ ماکس وبر و گربرت اسپنسر همه سوسیولوگ ها می شناسند، بسیار یک سوسیولوگ های مشهور غرب هستند. گربرت اسپنسر می گوید که هر یک ظهورات نو در جمعیت به مانند آهنربا است، انسان ها را تا می تواند به سوی خودش می کشد. در تقویت عقیده گربرت، ماکس وبر میگوید که هر یک ظهوراتی که در جمعیت پیدا می شود دشمنی دارد با ظهورات دیگر،
این پدیده ها در جمعیت با هم دیگر رقابت میکنند. شما ببینید همین اینترنت، اگر ما از تاریخ پیدایشش آگاه شده باشیم، سال 1967 برای علاقه پیدا کردن بین افسران گارد ملی آمریکا اختراع شده بود از طرف شرکت ارپا. بله. اما امروز ما اگر به تاریخ نگاه کنیم، کلون سالها نه، متخصصان سن و سال میانه حتی نه، پروگرامیست‌ها و برنامه‌سازهای تا 30 ساله اینترنت را تا همان اندازه‌ای که امروز هست آورده رسانیدند. همه شبکه‌های اجتماعی که امروز در دنیا هستند، اساس‌گذار آنها، ساختار سازان آنها جوان ها هستند که امروز میلیون ها دلار از پشت شبکه‌های اجتماعی خود چیکار می‌کنند، درآمد به دست می‌آورند. در فلسفه هندوستان یک مثل است، می‌گویند که در گذشته خداها بین همدیگر، خداهای میستیکی یونان و هند قدیم، با واسطه هوا با همدیگر پیامک می‌فرستادند و قسمت زیادی از مردم هندوستان اینترنت و پشت الکترونی را همین گونه چیزی معجزه‌ای خیال میکنند و درست استفاده هم میبرند. اما امروز ببینید که جوانان ما رو آوردگی هستند به شبکه‌های اجتماعی تنها به خاطر آنکه جلب کننده است، تنها به خاطر آنکه همون شور و غلیانی که در دل آنها هست میخواهند که از اون چیزی که هستند بیشتر باشند. اینترنت همین چیز رو به آنها داده میتواند. مرحله جوانی یک مرحله است که زحمت را نمیپذیرد، یک مرحله است که کار کردن و مسئولیت داشتن را نمیپذیرد. برای آنها چیزهای در کار است که شوقمند باشد. شما ببینید وقتی که به سامانه اجتماعی وارد میشویم، یک برنامه را مییابیم که در وی 1000 یا 800 اثری خارجی جمع آورده شده است و تنها با ارزش چند میگابایت میتونیم اون رو گیریم خونیم. اما در پهلوی وی یک بازی شوق‌آور دیگری است که تاثیر مثبتی همون کتابخانه الکترونی را پستر میکند. یعنی نظر جوان اول با کتابخانه الکترونی نیو با همون بازی میافتد و به خودش جلب میکند. در مرحله امروز جوانان ما باید از اینترنت درست استفاده برند. اینترنت رو ما میتونیم با یک انبار مانند کنیم که در آنجا هم چیزهای مثبت هستند، هم چیزهای منفی. اگر ما فقط به جهت منفی نظر کنیم، تمام جنبه های مثبت اینترنت یک طرف میماند. در حال امروز شما به حالت جوان دخترها صحبت کردید، امروز زنها، جوان دخترها در جمعیت تاجیکستان یک گویم گروه جمعیت سازنده هستند و من فکر میکنم هر یک جوان دختری که اصالت ملی خود را میشناسد، هویت ملیش بلند است، وطن دوست است، میخواهد در آینده به حیث یک مادری که فرزندی سالم تربیت میکند، به حیث یک شخصیتی که در جمعیت فعالیت درست دارد، کار و فعالیت کرده باشد، البته باید فرق کند نیک و بد را در جمعیت. فرق کنی نیک و بد از روی سن و سال نیست، از روی عقل انسان است. اگر همون جوانی 20-22 ساله هم اگر از عقل خود استفاده کند، باری شیند و اندیشه کند که کاری که من میکنم با منفیتی کی است، بر ضرری کی است، آیا من از همین در آینده برای خودم یگون چیز سالم گرفته میتوانم، نمیتوانم، البته کاری که وای میکند در میزان عقلی وای، در ترازوی عقلی وای با وزن چین کرده میشود. پدیده نامطلوب دیگری که ما امروز داریم، تمام بسیار تقلید میکنیم، هم از جهتی اون که خواه در نمود ظاهری باشد، خواه در طرز سخنرانی باشد. شما در کوچه های شهر دوشنبه اگر نظر کنید، تکنولوژی یک طرف است، همین صنعت سخنرانی. امروز تاثیر جهانی شوی، خواه با واسطه اینترنت، خواه با واسطه دیگر سامانه اجتماعی، با مفکوره جوانان ما تا آن اندازه است که یک جمله سخن میگویند، پنج کلمه آن روسی است. درست. یا برای افاده کردن فکر خود از کلمه های دیگر استفاده میبرند. آخر زبان ما صدها هزار کلمه دارد. یا مثلا گیریم در استفاده کردن سامانه های اجتماعی برای تحصیل، اگر دو صحیفه از اینترنت برای کار مستقلانه دانشجو گیرد، چند صحیفه دیگر یا چند وقت خودش را، مبلغ خودش را دریغ نمی دارد برای مثلا با کتاب دیگر سامانه های غیر اخلاقی چیکار کردن، وارد شدن. امروز برای برطرف کردن تاثیر منفی اینترنت کافی ها و عموما اینترنت در جمعیت، باید ظهوراتی که نسبتاً تاثیر، پدیده هایی که نسبتاً تاثیر مثبت دارند زیادتر مبارزتر باشند. اینترنت امروز پرقوت شده است
و تاثیر خودش را به مفکوره جوانان زیادتر میرساند. امروز 3 سال است که در جمهوری ما آزمون جمهوری فروغ سپی دانایی تشکیل شده است و همین گونه تشبث ها و همین گونه آزمون ها تا اندازه می تواند جوانان ما را به کارهای نسبتا مثبت مشغول دارد که آنها به کتابخانی جلب شوند، آنها به معرفت آموزی جلب شوند. و امروز من بسیار خوشحال می شوم چون می بینم که در زمینه همین آزمون صدها نفر جوانان ساعت های بیکاری خود را در تالارهای کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان میگذرانند و من فکر میکنم میشود اگر گروه های گوناگون در جمعیت دست جمعانه کار کنند، در بین جوانان دمامت های گذرانند که فهمانده دهی باشد، جوانان ما خود بشینند پیش از همه اندیشه کنند که چی کار میکنند. سلامت باشد، این فکر شما بود و در آغاز سخن گفتید که هر نفر انتخاب میکند بازی های کامپیوتری، هر چیزی رو انتخاب میکند که جالب است برای او، جالبی میکند. اکنون مثلا تا امروز شما که بسیار اثری بدهی مطالعه کردید، ادیبان معاصر ما نتوانستند همین گونه یک کتاب رو روی چاپ آورده باشند که جالبتر و خوبتر از اون بازی ها باشد، چی نظر دارید؟ ادبیات ما در ردیف بهترین ادبیات جهان می ایستد. اما شما فکر کنید که وقتی که کتاب معلمه گلرخسار زنان سبزبهار روی میز باشد و من اون کتاب را نامش را خوانم و نکشایم که در درون وی چی است، من چقدر می توانم که از وی آگاهی پیدا کنم؟ من فکر میکنم عادت کتاب خواندن، عادت جلب شدن خواه به آثار کلاسیک خواه به آثار معاصر باید از آیله سر شود. کودکان ما یک عادتی بسیار عجایب دارند، تقلیدکارند، بله. باز به منی خودشان زیاد اعتبار میتیند. یک نفر حتی اگر کلانسال هم باشد کاری را اجرا کند، میخواهند که همون کار را اجرا کنند. شما ببینید، شما ادبیات معاصر گفتید، اگر پدر در آیله یا دوستا خواند، پسر نمیخواند، مادر حافظ خواند، دختر نمیخواند. امروز ادبیات دوستی، کتابخانی، رو آوردن به خودشناسی ملی، به هویت ملی، دانستن ارزش هایی که از صد ساله ها پیش ما داشتیم، باید زمینه‌اش در آیله باشد. وقتی که بزرگان آیله، پیش از همه پدر، شخصیتون آیله به کتاب رو می بیارد و سیاست را در آیله جاری می کند که چی باید، چی ممکن است، چی ممکن نیست، همین می تواند تا اندازه جوانان ما رو به کتابخانی رو بیارد. جوانان ما امروز که به در مرحله ادبیات دوستی به هوسمند کنی نیاز داشتند، فروغ سپی دانایی آنها را تا مرحله اعلاترین هوسمند کرد. با این همه دستگیری و با این همه امتیاز و با این همه جایزه ها و مبلغ های پولی، و امروز از جوانان ما تنها همت، اراده، مسئولیت و پیش از همه خواهش در کار است. فیلسوف میگوید که در ضمیر هر یک انسان، مخصوصا آنانی که نسل جوانند، یک شعله استعداد هست و همین محض همین شعله استعداد را شما باید روشن کنید. افلاطون یک گفتاری دارد که هر یک انسان خورشید است، میگوید فقط به وای امکانیت دهد که درخشد. و امروز حکومت جمهوری تاجیکستان و تمام خورشیدان آینده تاجیکستان جوانان امکانیت داده است که درخشند. پس ما خواهش لازم است، مسئولیت لازم است، اراده لازم است که استعداد خود را رشد دهیم و با واسطه همین گونه آزمون ها زمینه پیدا کنیم برای خودمون، چون ما آینده ساز ملت هستیم، آینده ملت از ما وابسته است. چی در کار است که به آن گونه عمل های رو بیاریم که نه منفیتش به ما میرسد، نه منفیتش به جمعیت دیگر. تشکر. حتی با بودجه آیله ما نیز ضرر میارند وقتی که ما روی میاریم به این مرکز ها. و درست هم قید کردید شما که آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب از تاجیکستان وطنی عزیزی من و بالاخره آخرین آزمون این فروغ معرفت، این یک تکانی بود که وارد نمود جوانان و نورسان و بزرگسالان را برگردان انمون نفران را از در مرکز های دلخوشی و موافق مقصد دانستیم که با واسطه این گونه برنامه ها کمی باشد سری راهگیر این مسائل باشیم. وقتی کودکای نورس ما به خواندن کتاب یا مجله مقاله وابسته نمیشوند و اینترنت کافه ها میرن با بازی هایی که خصوصیت های پسیکیچیسکی کودکو را حیران میکنه و ما مشغول میشن و تربیتشون نادرست میشود. باید کودکا را ما وادار نماییم که به خواندن کتاب رو بیارن و با کتاب های اینترنت تکنولوژی پیش رفته است.
باید مشغول شوند، به مشغولیت نمیشد، نه که با سمرنو استفاده برند، با کارهای درست، با کتاب، با خواندن کتابهای الکترونی مشغول شوند. من نمیخوام بازی کامپیوتری کنم، من میخوام از بچهای بازی ها کتاب خونم. اگر اینها را نظارت نکنی، از بالاشون نظارت نبری، با جمعیت و دولت خطر دارن اونها. در اونجا بازی های گوناگون از آن جمله قتل، کشتار و دیگر بازی های هستن که اونها اون من ممکن نیست کودکون. با یک مثلا کارگران پرکراتور ملیسای این مسئله حالی خیلی چنه میمارد. باید که همه جمعیت، همه باید از پای استوین شود. فکری من است اینا را یا در نظارت سخت بریم و برهم تیان. همش اهمین چیز سر میشد دید. تربیه ویرون شد، بچه ویرون شویش. اهمین بازی های اینترنتی پیدا میشد. چیکار کنن بنده چشمه؟ چیکار کنن پدر و مادر باید با اعتبار باشد فرزندش با. مسئولیت پدر و مادر نظارت کن، پدر و مادر نظارت کند فرزند های. بعد مکتب کجا میرن، بعد از باید درسوش کجا میرد، همشه نظارت کردن در کور. هم فایده دارد گویم هم ضرر. مثلا بازی کامپیوتری، این بازی کامپیوتری همینش ضرر دارد که بسیاری از بچه ها شب با بازی کامپیوتری میروند و با خونه در میآیند و مثلا آنها با مکتب ها دانشگاه های خود سر نمیروند و اینچنین با مادر خود، با والدین خود گوش نمیکنند و این فایدهش در اون است که مثلا حالا عصر 21 عصر این تکنیک می باشد، شاید آنها با وجود وای توانند که بسیار از تکنولوژی علم های دیگر چطور فهمند. بسیار جوانان و نورسان خصوصا مکتب بچگان با بازی های کامپیوتر مشغول می شوند. این سبب عقب ماندن از درس هست، سبب عقب ماندن از خواندن کتاب هست و من یک خواهش داشتم بسیارتر از مادر و پدرانی که در یعنی نسل نورس رو نه فقط آموزگار بلکه پدر و مادر هم باید نگاهبین کند و از مسئولیت پدر و مادر هم باید باشد، یعنی که بعد از مکتب خواننده به کجا می رود، باید همه وقت در وای باشند، در پرسشی فرزندشان باشند، برای آنکه آنها نابالغ هستند. در بازی های کامپیوتری بسیار کارهایی میشن یا کیناهایی که حاضر هستند، چه خیلی ما شاهد حال هستیم، یک بعضی واقعه های تروریستی و اکستریمیستی از سببی بسیار نگاه کردن یا بسیار بازی های کامپیوتری میشد که بسیار نورسان و جوانان را جلب میکند. رفته بودیم در صنف چهارمگی پنجمی، یک مرتبه دو مرتبه رفتیم و از پس کار خودم شدم. مثلا من بیکارچی نیستم که کامپیوتر برم بازی بکنم یا دیگر چی بکنم، از پس کار خودم میرم. فریب آدمی خودش وای آدمی که هر شخصی که بازی میکند خودش را فریب میکند، وقتی خودش را اسراف میکند. بازی ها با من از سری آنها تاثیر خود را میرساند و شورنوکی آنها با تربیت آنها تاثیر خود را رسانده میتواند، برای آن که آنها آن چیزی را که میبینند با آن فکر و رغبت دارند، آن چیز را فکر میکنند و این میتواند با آنها تاثیر خود را رساند. سخن را به جوانان، به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میدیم. میخواستیم وابسته به موضوع امروزه نظری خود را گفته باشند. مرحمت. بهرلام روزاده هستم، دانشجوی سال یکمی فکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و چنانه که استادان محترم قید نمودند، هدف اساسی گروه های اکستریمیستی، تروریستی یا افراطگرایی جوانان می باشند و از پسیخولوگی آنها، از طرز فکرانه نادرستی آنها استفاده برده خودشناسی ملی آنها را و مفکوره آنها را دیگر ساخته، آنها را گمراه ساخته، به هدف های خود استفاده می برند. اینترنت تکنولوژی ها همچون یک شعله هستند یا آتش هستند که یک جبهه سازنده و یک جبهه سوزاننده نیز دارند و اگر ما جوانان از اینترنت درست استفاده کنیم، شاید که به هدفهای خود رسیم. و اگر ما 100 سال پیش را بینیم، برای گذشتگان ما، برای کافتن این یا آن موضوع در کتابخانه ها می بایست که صدها کتاب را ورق گردان کنند و آن موضوع را بیابند و آن را بیاموزند. و امروز باشد ما یک چند ثانیه صرف میکنیم و آن موضوع به ما لازمه را گرفته میخونیم و از علم برخوردار میگردیم.
و در همین جا میخواستم با پسیکولوگ محترم سوال دهم که یعنی چون که ما میدونیم عادت به اینترنت رو برای والدین چی توصیه میدهید؟ یعنی شما از اون نگران هستید که خودی والدین نیز زیاد استفاده میکنه؟ هم خودی والدین نیز از این استفاده میکنند، فرزند نیز به تقلید میکند و هم فرزند به اینترنت عادت میکند، یعنی حیات خود را به اینترنت تصور کردن نمیتواند. چون که ما میدونیم در سامانه های اجتماعی حاضر زیاد هستند و دوستانی ورتوالی خود را پیدا میکنند و در حیاتی ورتوالی زندگی میکنند، عمر به سر میبرند که این به روحیه آنها یک ضرر جدی دارد. خشتی اول گر نهاد میمار کج تا به آخر میرود دیوار کج. یعنی که حاضر چونه که خواهر عزیز ما در بالا قید کرد که ما اگر خواهیم که مثلا کتابی رو دسترس کنیم، کتابخانه الکترونی دا وارد شویم، پیش از اون که ما وارد میشیم الکی پهلوی اکرانی همو موبا نوارای به میان میآید که دقت ما را چیکار میکند؟ جلب میکند. چرا چنین است؟ یعنی که این هدفمندانه است در برابر اونی که اون سازنده های اینترنت، سازنده های سایت های اجتماعی، چه بیزار سایت های اجتماعی باشد و هر اون چیزی که نباشد، مبلغ به دست میبرند، مقصد اونا دیگر است. هم مبلغ به دست میبرند، هم افکاری ما را چیکار میکنند؟ کسته میکنند. چگونه؟ یعنی که ما پیش از اون که مراق ظاهر کنیم با کتاب، میبینیم که پهلوی وای با یک نواری اومده است و ما توجه به نوار میکنیم. این خصوصیت جوانی است. از همین لحاظ در پدگوگیکا یا در پسیکولوژی عمومی در متدیکای تعلیم استفاده ایونیت ها را به میان آوردن. چرا در مکتب های عالی، چرا در مکتب های میانه استفاده تخته های الکترونی باید طریق پریزنتاسیا معلم درس گذارد؟ برای اون که این هم دقت جلب کننده میشد و از پهلوی دیگر اون خاطرمان میشد، در خاطره ما خوب نقش میبندد. من همین نقطه نظر است. از همین لحاظ دقت ما با یعنی که نوار روانه میشد و صرف نظر از کتاب میکنیم، صرف نظر از آنمون کتابخانه الکترونی میکنیم. و در پسیکولوژی را میگن که مرام، یعنی که برای چرا کلمه همین آفرین چگونه به میان اومد، هدف از چی عبارت است، چرا آفرین، مثلا آفرین به شما چرا چنین کلمه است؟ برای آنی است که این در پسیکولوژی نمیگن مرام، یعنی که ما را هوسمند میکند که باز هم از کوششی کردن اون زیادتر کوشش کنیم، مثلا درس باشد تیار کنیم یا که کاری را انجام دادیم باز خوبتر و در صفتی بلند چیکار کنیم انجام دیم. این میشد مرام در پسیکولوژی. و اون سوالی که شما دادید که الکی وابستگی شده است، اینا چگونه؟ هم حالتی است که برطرف شونده هست، یعنی که اونا با مروری زمان، یعنی که مروری وقت، یک وقتی معین در کار است که وقتی خودشون نه با اینترنت یا که با مروم خودشون با کتابخونی یا که با دیگر عمل برگردونن، یعنی که از اینترنت دوری جویان و این میتواند خیلی با اراده وابستگی است، اراده شخص وابستگی است و در برابر این با اون نفری در کار است که راهنما باشد. از همین نقطه نظر می توانند به روانشناس مراجعه کنند، به نفرانی که مثلا که در جامعه ما شاید روانشناس برای اونا دسترس نباشد، اگر از شهر بیرون بود دسترس نیست، مثلا به نفرانی که آموزگارانی که سابقه کلان دارند، یعنی سابقه بزرگ آموزگاری دارند مراجعه نمایند. ان همین پهلوها را به نوبت گرفتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بسیار اقدامای نجیب، بسیار اقدامای فلسفی، بسیار اقدامای گرفتند که ماهیت بلندی انامین دوراندیشی را چیکار کردن در عمل تطبیق نمودن در جامعه ما. بینید اینقدر میدانچه‌های ورزشی را روی کار آوردن که مثلا نورسان و جوانان نه با اینترنت کافه بگذار وقتی خالی دارن رفته با بازی ها مشغول شوند و یعنی که از همین کارهای نشویسته چیکار کنن دست کشن. یک پهلوی مثلا. و پهلوی دیگری مثلا که بواسطه با قرار رئیس شهر از سال 2017 با تمام مؤسسه هایی که تابع شهر هستند شدن اشتات های روانشناس به طور حتمی صورت گرفت. چرا چنین شد؟ برای اون صورت گرفت که انم این مشکلاتی که داریم باید
این مسائل یعنی که انم این دور نمودن این وابستگی را از انسان یعنی که کاهش دادنش این با صلاحیت روانشناس یعنی که علاقمند است که او با روانشناس شما اومدید به سری مساله خود شما قید کردید و اینم باعثی تاکید و دستگیری است که یکی از مسئله هایی که دور کردن نورسان و جوانان از مرکزهای دلخوشی فعالیت نمودن پرثمر خودی روانشناسان هستند. باید که روانشناسان ما در جامعه امروز فعال باشند با واسطه اینترنت که این زمان شما گفته استادید در صحیفه های مخصوص خود میتوانند وابسته به پیامد های بازی های کامپیوتری گفته گذارند که مدام گفته گذارند که مثلا نورسان و جوانان از این خودداری کنند. در دو ساله اخیر گویم خطا نمیکنیم دیگر بین مناقشه بین مکتب ها چقدر کاهش یافت، خیلی خیلی کاهش یافت. گویم که اگر چشم نورس است خطا نمیکنیم، یعنی که کاهش یافت. اکنون میخواستیم وابسته با فعالیت شروع کردن همین مرکزهای کامپیوتری در این یا آن شهر و ناحیه ها صحبت کنید. چوبی تر را چنان که خواهی تافت نشود خشک جز با سوختن راست. خوب چطوری که شما قید کردین انا ضرر و زیانی بزرگ کامپیوتری با ذهنی و مفکوره نسل نوراز به تاثیر نیست. وقتی که نوراز در سن گذاریش است خود را در رمون قهرمان های بزرگ میبیند و تصور میکنه و میخواهد که با مونند یمو باشد. انا این با فعالیت آغاز کردن مرکزهای بازی کامپیوتری پیش از ما باید انا توجیکینو انا باید در اساس اجازت نامه‌ای که از طرف توجیکینو کینوی توجیک داده میشود فعالیت بوند و اون بازی هایی که دوره خصوصیات زوراوری و شهوانی و با ذهنی نورسان تاثیر منفی میرساند باید از طرف توجیکینو اجازت داده نشود. بنابراین پیش از اون که همون مرکز هایی که دلخوشی کامپیوتری را میکشویند از همون اجازت نامه توجیکینو گفتیم چطور در بلوگ قید کردیم بازی های خصوصیات تروریستی و اکستریمیستی و اونی که جوانان نورسانی ما را از روی درست بیرون میبرد نباشد. تشکر، سلامت باشید. مثلا اینجا یک معلومات هست. در سامانه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سنه 4 نویبر سال روان وابسته به این مسائل یعنی موضوعی که ما این زمان صحبت کرده استادیم زیر عنوان برای راه دادن نابالغ 15 شبانه روز حبس صاحب ملک مرکز کامپیوتری جای داده شد. یعنی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با برگزاری رید مشترک یک صاحب ملک را 15 شبانه روز حبس کردند. ببینید شما عجایبی کار رو که خودی همین صاحب ملک همگی 24 سال دارد. خوب، تشکر زیاد. از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، در حدود شهر دوشنبه، در مقیاس جمهوری کارهای فهماندهی دیهی جهت راه ندادن نورسان و جوانان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در مرکز بزرگ کامپیوتری کارهای فهماندهی برده شده است و اونها را آگاه نمودن که باید نورسان را در مرکز بزرگ کامپیوتری راه ندین. چون که شما قید کردین در سامانه رسمی ریاست وزارت کارهای داخلی قید گردید است، یک مرتبه همون شخص آگاه شده است. بله، اینجا قید شده است. مرتبه دوم نیز آگاه کرده شده است. دفعه سوم بعد او را در برای منفعت شخصی خود قانونا نادیده گرفته است، در اساس پروتکل ماموری با حبس ماموری 15 شبانه روز دسترس کرده است از جانب سود. درست است و اینجا قید شده است که قابل ذکر است که قبلا نسبت نام برده برای همین بلید. کردار جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق شده بود. یعنی که من فکر میکنم که این خود علاقه حاضر جوان است. پس مدامی که اون صاحب ملک باشد از کجا و ارزش های ملی را درک میکند، از کجا و فرهنگ خانوادگی را درک میکند، از کجا و درک میکند که نسل ما سالم باشد؟ چی نظر دارید؟ فعالیت کردن اینترنت کافه ها یعنی به منفعت بودن میتواند اگر گفتیم که در دایره اون طلباتی که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دارد در دایره اون طلبات به راه مانده شود. و باید تاکید کنیم که در جهان امروز مثلا محض بعد پیدا شدن کامپیوتر و همین استخبارات هایی که
به مفکوره و به پسیخالوگی کودک تاثیر بد میرسانند. در جهان امروز بسیار عامل های روی کار میان، بسیار عامل هایی که مثلا جهان امروز را ناآرام ساختند. و ببینید که مثلا در اروپا یا در کشورهای امریکا، در دیگر کشورهای پیشرفته نفرانی پیدا میشوند که با استفاده از یراق در کوچه برآمده مردم را میپرونند مثلا. درست. مردم را مورد تحقیر قرار میتیان مثلا. با مغازه و دکان ها در آمده مردم بیگان را مورد تعقیب، مورد مثلا تیرپرانی قرار میتیان. یعنی عامل اساسی اگر که ما فکر کنیم، عامل اساسی ویران شدن پسیخالوگی و ایران شدن فعالیت عصبی خود این آدم ها هست که در یک حالت دیوانوار، در یک حالت بسیار مثلا دهشت‌انگیز، اون به همون عملی که خودش اجرا میکند، به همون عملی غیر انسانی خود مثلا یک بهای مثبت داده اون عمل اجرا میکند. مثلا اون میگه که این عملی من ناسواب است، عملی من نادرست است، بلکه اون عملی خودش رو اون درست حساب میکند. چون ببینید که امروز در اینترنت کافه های ما که ما در چندین رید هایی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته جوانان، با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رید های زیادی مطرح شدن، گذراندن و دیدن، و در اینترنت کافه ها بجز انامون فیلم هایی که در اونجا کشتار است، در اونجا قتل است، در اونجا تیرپرانی است، در اونجا عمل های دهشتناکی که گفتیم که به تاثیر نیستن به مفکوره کودک، به پسیخالوگی انسان ها و حتی کلانسان رو میتونن که اونا به یک حالتی دیوانوار مدهوشی بیارن. و ببینید که بچه هایی که بیشتر به اینترنت کافه میروند، اونها آسته آسته عادت میکنن و این یک عادتی میشد که همه هوش یادش به همون چیز است. یعنی هر چی تیزتر بیاد براد اونجا سری اون میز بشیند و با اون کامپیوتر با هم بازی مشغول کنند. یعنی وابسته میشن و وابسته میشن و اونها به هر یک بازی اون قدر داده میشن که در همون حالتی که مثلا اون بازی میکند و فارغ از آن، او گمان میکند که یک عملی خیلی خوب است، این یک عملی درست است و این به تاثیر گفتیم که به مفکوره اونها نمیموند. و عاملی اساسی در زمان امروز، در جامعه امروز که ما بتوانیم که مثلا نقشی اینترنت را با کودکان فهموده بتونیم، نقش مثبت او را فهموده بتونیم، باید که در کاری انامین اینترنت کافه یک نظام جاری کرده شود. منظور من این است نیست که بستشان. شما در عصر 21 زندگی میکنیم، بستن اینترنت کافه ها، بستن مثلا اینترنت، بستن شبکه ها، بستن این یک عملی است که هیچ در خوری امروز جامعه امروز نیست. از این لحاظ باید ترتیب و نظام در کاری اونها باید جاری باشد. با اونها بازی های وارد شوند که بازی های اگر چند بازی های شوخ هم باشند، بازی های مثلا بازی های به زمان امروز موافق باشند. یعنی بچه را بتوانند که روحیه بچه ها یعنی جوانان آرام بسازند. بازی های باشند که مثلا به مانند بازی های فوتبال، بازی های ششکه شاهمات که امروز در تاجیکستان هم نسبت این مسئله در یکی از برآمدهایشون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت تاکید کردند که جوانان ما باید امروز با شاهمات سر و کار داشته باشند، باید همه گون با بازی شاهمات آشنا باشند و یک بازی که مثلا هم عصب آرام می‌سازند، هم یک بازی ورزشی است که بچه‌های ما میتونن که در آزمون و المپیادهای بین‌المللی با همین بازی اشتراک کنند و بازی‌هایی باشند که گفتیم که عصبی کودکان را ویران نسازند. یعنی ما کودکان را طرزی نشود که کودکان را طرزی تربیه کنیم، طرزی مثلا از این بازی ها اونها را چیزهای بیاموزیم که فردا این جوانان با پسیخالوگی ویرانی خودشون، با مفکوره ویرانی خودشون، با اون چیزهایی که مثلا بجز کشتن، بجز غارت کردن، بجز قتل، ترور که متاسفانه در جامعه امروزی کشورهای همسایه ما مشاهده کرده ایستادیم که محض این چیزها تعلیم داده میشوند در بعضی مکتبها و در بعضی چیزهای کشورهایی که منفیت دار هستند، میخوان که جامعه های کشورهای روبروش را ویران بسازند، تخریب بسازند، در اونها مثلا نظامی را جاری کنند که مردم نسبت هویت ملیشون، ارزش های ملیشون مثلا اهمیت نتیان. از این لحاظ همه این چیز درک کرده
ما باید هم واسطه های اخباری عاممون فعال باشن، هم جامعه فعال باشد، هم پدر و مادران در محیط آیله این چیز درک کرده بتونن و هم مؤسسه های تعلیمی آموزگاران ما هم باید در این سمت با کودکان کار کنند، آنها رو بتونن که با مثلا ضرر و عاقبت های اینترنت کافه ها و منفعت اینترنت کافه ها هم، یعنی یک پهلوی منفی تنها ندارن اینترنت کافه، پهلوهای مثبتی رو هم برای اونها شرح داده بتونن و بتونیم که ما مثلا یک جوانان برای راهنمون بسازیم که هم به منفعت جامعه باشد، هم به منفعت آیله باشد و هم جوانان تربیه شدند که نه تنها در محیط تاجیکستان بلکه خارج از آن هم همچون نفران دانشمند، همچون نفران داننده علم و تکنیکا، تکنولوژی و زیر زمان ما اونها بتونن کشور ما را معرفی بسازن. تشکر، سلامت باشید. ببینید که شما اگر همه آگاه هستید، فکر میکنم که اگر خطا نکنم در یکی از شهرهای روسیه پرم به فکرم مناقشه ای که سر زد، خودی اون جوانی که مناقشه را به عمل آورد و یک چند نفر کشته شد، وقتی که از اون نظر گرفتن میگه وقتی که من بازی های کامپیوتری میکردم در دست یراق ها را میگرفتم، میخواستم همین چیز عملی شود، از کودکی الکی وای جوان شده است و بالاخره همون عمل را با کشتار و خونریزی و با وجود آوردن عمل های نامطلوب پیاده کرد. و درست قید کردید معلمی محترم که عصر نوین تکنیکا و تکنولوژی رو پذیرایی میکند، ما از آن باید استثنا نباشیم و فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که در مرکزهای کامپیوتری بازی های آموزشی، بازی های معرفتی، بازی های شوخی که شما قید کردید با راه های گوناگون وارد کرده شود و استفاده کنند نسل معاصر از این مرکزها. مرحمت اندیشه باشد. وقتی که ما به همین بازی ها مشغول میشویم، علاقه ما چقدر توجه خودمون را روانه میکنیم، چقدر نورهای چشم خودمون را میکنیم، یعنی که این به سلامتی ملت خیلی ضرر دارد. یعنی که بینه نورس کودک از خوردی علاقه از جسمان، یعنی که جسمی وای نقصان قطعی بوایا میرسد، میبینه که یعنی که نوری چشمش کم شده است، میبینه دیگر عضوهایی که اون موجهای الکترومغناطیسی ضررناک هستند علاقه به یک عضو اونها چیکار کرده است، ضرر رسونده است. سالمی ملت بایگری دولت است. عین حال برای ما ضرورت اینترنت کافه، کار فعالیت اینترنت کافه نمونده است. چی بازی میکند؟ فوتبال بینید چقدر میدانچه های ورزشی هست که هم جسمان و آب و تاب میابد، هم فکران و سلامتی خود از دست نمیتید. آن نورهایی که به ما ضررناک هستند، شهمات هم همچنین کمیته جوانان مثلا یا که مقامات های داخل دار محفل های زیاد مونده است. در هر یک مؤسسه های تعلیمی محفل های زیاد است، چی برای دختر بچه ها چی برای پسر بچه ها محفل های زیاد است. درست. همین ضرورت اینترنت کافی ها که به واسطه مقصد اونا چی است؟ مقصد یک است، چی بازی کردن است. درست. وقتی قیمت خدا گذرانیدن است، چی بازی مثبت باشد چی منفی. اکنون منفیش حاجت به منفیش گفتنش نیست، نه که چقدر ضرر کلان دارد، این ضرورت نیست. و از نظر روانی چه خصوصیت دارد؟ وقتی که انسان یک بار، دو بار، سه مرتبه حضوری همونجا میکند، یعنی که گذشت همونجا میکند، همین مرامی که در من در بالا قید کردم، همین مرام در اون تشکل میوبد، یعنی که به عادت تبدیل میوبد. اول در یک روز یک بار میره، در یک هفته یک بار، بعدا در دو روز یک بار شد، سه روز یک، هر روز یک ساعت شد و همین مرام به عادت تبدیل میوبد. دیگر کنده کردن خودی همون نورس، نوجوان، حتی سن سالی کلون از او بسیار مشکل است که او مثلا نرود با اینترنت کافه، شامل همون مثلا بازی های کامپیوتری نشود، نو واسطه از اونی که وای پهلوی مثبت دارد یا که منفی دارد. از نظر روانی انم خیلی خصوصیت های منفی دارد که انسان به خودش جلب میکند، با عادت تبدیل میواد و با او بعد ضرورت به میان میباید که از او کنده شود. متاسفانه نمیشه. در عرفیت میگن ترک عادت امر محال. وقتی به عادت تبدیل میواد، زمانش میرسد، روزش میرسد که والدین یا که سپورش هایی که از طرف مؤسسه میشد و که از طرف اعضای اویله میشد و انجام نمیتید، هر چی زودتر کوشش میکنند که باید همون وارد اینترنت کافه شود و برای او مبلغ لازم است. البته که اگر یک سومون هم باشد یا که 50 درهم هم که باشد، برای نورس یا که نوجوان این کارگر نیست. اگر همون مبلغ رو نیابد چیکار میکند؟ بعد میبینید که سر می شود دزدی سر می شود، یا که از خودی اویلا، از
از اون اویلا یا که از بیرونه برای طلباتی انمی خدشه قانه کردن یکی با این با طلبات مبدل نگرد چنانه که ما گروس نموندیم طلبات پیدا میشه که باید ما غذا استعمال کنیم درست همین وقتی که عادت به که تبدیل یافت این کوشش میکند که همین طلبات خدشه قانه کند برای آرام کردن حالت روانی خدش و بعد میبینید که مثلا دزدی اگر دزدی عادت شد باز بعد دزدی چی میشود یعنی وقتی که مثلا دزدی کی رفت اونجا جنگ میشود مناقشه میشود البته که در این از عهده مناقشه نبر اومد کوشش میکند که با خود یاروخای سرد گیرد بله در اینجا میبینید که این زمینه برای مشکلات های کلان به میون اومدن میشود یعنی که زمینه میگذارد که مناقشه های چی اویلوی بین اویلوی یا یعنی که در جامعه بین گروهی یعنی که مشکلات های کلان مناقشه های کلان و میان میورد ان امین یک کاری که در اول نظر نگیر است و خودی همون پدر و مادرم یعنی که چی میگد امیدوار نبود که چنین کار جریان میگیرد بله امیدوار نبود که از یک کاری که خیلی خرد بود یعنی که اونا پیگیری کردن و از راه گردوندن خودی نوراز جوان یک قوای نوچیز یعنی که استفاده قوای نوچیز میتوانست که همین کار را چکار کند انجام تیاد متاسفانه انم این به توجهی میبند با خوله های بلند مشکلات های زندگی و چی اویلا در پیش جامعه سرخم است حکومت ها آن فعالیت های را که به واسطه برای در راه راست وطن دوستی خشتن شناسی جوان ها اقدام گرفتن همه فعالیت های خودشون را چکو میکنن انجام میتین همه روزه بینید اینترنت کافه از کجا میرود اکثریتش از خونه میرود در مکتب اینترنت استفاده برده نمیتواند مواصل چی مکتب بچه باشد یا چی دانشجو باشد چون که در اینترنت رو استفاده برده میتواند تنها با مورید با من با اجازه و با طریق مصبی و آن به نظارتی های و آن مناقشه های سر میزند بیرون از مؤسسه های تعلیمی بیرون از مقامات های داخل دار یعنی که این واگذار است به واسطه والدین که چرا چونین میشود چرا بله. فرزند دیگر کس نه این فرزند همین حالاده رو برو شود درست چون که نظارت والدین در اینجا سست است یعنی که نظارت خیلی کم و اندر کم دیده میشود تشکر سفر سعید امیر هستم کورس یک دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان و همچنین راهبری محفل خوشناسان جوان در نزد کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک سوال با محترم روانشناس داشتم در دایره که جوان وقتی که بازی های در درون اینترنت کافه هم شود در دایره همون بازی که با توسط یراق ها است با توسط کارت ها است همین که آنها بازی ها را به انجام می رسانند پسان در آنها یکم حسیات دیده می شود استفاده این بازی های با تکراری که مثلا خود نورست جوان استفاده می برد چکار میکند به حالت روحی و البته که تاثیر می رسانند یعنی که باز هم قید میکنیم که اگریسیا نورا بلند میکند گرفتار به حالت های استرس میکند یا تو درجه مثلا که دیسترس میشه تکرار شوی استرس ها میشد که بسیار یأس و ناامیدی در اونو بعضن حالت ها دیده میشود و حالت های دیگر میشد که یعنی که اونو بسیار خشمگین میشوند بسیار خشم بلند فرا میگیرد و انمین خشم خود اونو در کدام حالت ها استفاده میبرند یعنی که در حالت های که یک ناگهان یک جوان میگذارد از کوچه یا که نمیدونم کیفتی و ناگهان میرسد علاقه بینید اونا دیگر خودشون اداره کرده نمیتونن دست به گریبون میشوند بسیار حالت های بسیار بسیار حالت های روانی دارم علاقمندی زیاد دارد بازی های کمپیوتری و نگفتن نموند که در نزد دانشگاه ملی کافدرای پسیخالوب مشورت خونه پسیخالوگی تاسیس داده شده است در اونجا نفرانی زیاد هم میبیارند که مثلا پسرم چونین حالت گرفتار شده است از خونه برامدن نمیخواهد یعنی که از بازی کامپیوتری دیسترس گرفته است ترس گرفته است یا یعنی اینکه برعکس بسیار خشمگین شده است از کجا وقتی که پسیخالوگ با او مشورت میگذارند و آهسته آهسته آمیل های او را معاین میکنند میبینید که اونا از بازی ها سرچشمه گرفتگی هستند یعنی که در دوند بازی انم خشمی بلند صاحب شده یعنی گرچند که او خودش خصوصی همون دوره نورسی ها که جوانی خصوصیتی یعنی با حساب بحرانی علاقه و اگریسی بلند دارد چگونه وقتی که در دوره نورسی از نظر بیولوژی و فیزیولوژی
ки масалан мо обу тоб меоем як бора масалан қади мо баланд мешавад қафаси синаи мо танг аст яъне гардиши хун яъне ки ҳамон муқаррари ҳолатҳои анатомии физиологии мо ба таври ғайримуқаррари фаъолият мекунад ин агрессияро беихтиёр баланд мекунад ва ин бозиҳои компютерӣ боз ҳам ба ин қувва мебахшад ки агрессияи ҷавон баланд шавад ва мисолеро ки шумо гуфтед як паҳлуш ин паҳлуи дигараш он аст ки вақте дар берун боз ҳам мегам ки ба одат ки табдил ёфт аз назари равонӣ ҳар кореро мо анҷом медиҳем ки ба одат табдил ёфт ӯ моро водор мекунад ки ҳамин талаботро қонеъ кунем яъне ки мо бояд равем ба монанди оне ки чаро ҳар як тамокукаш мехоҳад ки тамокуро тарк кунад истифодаи тамокуро мутаассифона наметавонад барои оне наметавонад ки одат да табдил ёфтааст аз назари равонӣ вай ба одат табдил ёфтааст ва ӯ метавонад ҳамин одатам тарк кунад агар хоҳад сидқан хоҳад ва иродаи худаша истифода барад вай метавонад ки ҳамин одатам тарк кунад ин сухан тааллуқ дорад ба он нафароне ки вобастагии интернет вобастагии компютерӣ вобаста ба телефон намедонам ҳар кори манфиеда ки вобастагӣ доранд метавонанд тавассути машваратҳои равонӣ ва қувваи иродаи худро истифода бурдан тарки анамун одат кунанд ин мешавад одат вақте ки инсон як бор ду бор се бор ва такроран истифода кард ҳар амалеро ба одат табдил меёбад ва ин одата бо кӯмаки равоншиносон яъне ки машварати равоншиносон ва қувваи худа истифода бурдан яъне ки қувваи иродаи худа истифода бурдан тарк кардан имконпазир аст инҷо омӯзгорони ҷавон ҳам иштирок доранд мехостем чанд сухан гуфта бошанд чунки яке аз паҳлуҳои таълиму тарбия ин дар муассисаҳои таълимӣ сурат мегирад таълиму тарбия аз оила сарчашма мегирад ё ин ки аз оила шурӯъ мешавад ва баъдтар аз оила ва ба мактаб яъне ки бояд ҳам оила ва ҳам муаллим ё ин ки муассисаи таҳсилот бошад чи мактабмиёна чи донишгоҳҳо бояд дар якҷоягӣ амал намоянд барои пешгирӣ кардани ана ҳамин роҳҳое ки мисол хонанда бошад донишҷӯ бошад ё ки ба интернет кафео рафтан ё ин ки аз интернет истифода бурдан ман фикр мекунам ки бештар хубтар мешуд ки агар дар ин ҷо ҳам волидайн ва ҳам омӯзгор дар якҷоягӣ амалӣ намоянд барои пешгирӣ кардани анамин роҳҳо ё ки анамин зуҳуроте ки хонанда ё ин ки ҷавонон ба ҳамин роҳ мераванд бояд хуб мешуд ки дар якҷоягӣ амал намоянд ва ин ва ман фикр мекунам ки яке аз роҳҳои пешгирӣ кардан аз ҳамин амалҳо самаранок истифода кардан ё ки пурзур намудани корҳои берун аз синфӣ аст яъне берун аз фанҳои таълимӣ бояд ки омӯзгорон бояд ки роҳбарони синфон дар инфиродӣ гурӯҳӣ бо хонандагон кор кунанд берун аз соати дарсӣ ба театр баранд берун аз соати дарсӣ ба осорхона баранд ба гулгашто бубаранд ва ин мешавад то ҷое сарироҳгири масоили болозикр яке аз мутафаккирони бузурги форс тоҷик мефармоянд ки ҷавонон ва наврасон назири баҳранд агар мо аз онҳо оқилонаву олимона истифода барем метавонем ба ояндагон боғу бӯстонҳоро ба мерос гузорем ва воқеан ҳам имрӯз рафтани ҷавонон наврасон яъне ки машғул шудани онҳо дар интернеткафео ба бозиҳое ки онҳо хусусиятҳои қатлу куштор доранд бисёр ҳам зарарҳои бузург дорад ва якумин зарари он дар ин аст ки вақте ки як нафар наврас ё ин ки ҷавон аз ҳисоби дарс ба интернет кафео меравад ӯ аввал аз бузургтарин неъмат яъне ки аз омӯхтани илму адаб маҳрум мешавад ва дуюм ин ки вақте ки чӣ тавре ки устодон инҷо иброз намуданд вақте ки ӯ дар интернет кафео ба бозиҳое ки қатлу куштор доранд машғул мешавад ҳатман дар мафкураи ӯ ин гуна хислатҳо яъне ки ҷойгир мешаванд ва онҳо дар андак нофаҳмӣ ва ҷангу низоъҳо яъне ки даст ба ҷиноят ва даст ба қатлу куштор мезананд хуб мешуд ҷавонони имрӯзаи мо ба ҷои рафтан ба интернет кафеҳо китобхонаҳо ва марказҳои забономӯзиро яъне ки барои худ ҳамчун як падидаи хуб яъне ки интихоб намоянд хуб бубинед вақте ки имрӯз мо китобхонаро бо яъне ки интернет кафе дар як саф мегузорем яъне ки бубинед китобхона чӣ қадар бузург аст мо онҷо мерем дарс меомӯзем илм меомӯзем шахсияти худро рушд медиҳем барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намудани ҷавонони мо имрӯз зарур меояд ки
پدران و مادران در یک جایگی با آموزگاران یعنی که بسیار هم مناسبتی خوب داشته باشند و خوب چون معلم اخلاق و پیر معرفت سعدی شیرازی می فرماید چه خواهی که نامد بماند بجای پسر را خردمندی آموز را و اگر عقل و رایش نباشد بسی بمیری و از تو نماند کسی و در آخر میگد که بیاموز پرورده را دست رنج و اگر دست داری چه قارون بگنج و اگر عقل و رایش نباشد بسی بمیری و از تو نماند کسی و واقعا امروز جوانان یعنی که دوام دهنده همان نامی پدر و مادر می باشند و از تمام جوانان کشور امروز دعوت به عمل می آورم که همیشه وقت های خالیگی خود را به خواندن کتاب و با آموختن زبان های خارجی صرف نمایند و همیشه برای آبادانی و برای سهم گذاشتن در رشد و نموی کشورمان همیشه سهم گذار باشند. تشکر، سلامت باشید. اینجا رانوبانو قید کردن که جوانان ما می توانند لیکن باید کمی اندیشه کنند، فکر کنند، راه درست را انتخاب کنند. روانشناس قید کردن که اینجا انمون ترک کردن عادت مشکلی پیش میارد و من فکر میکنم که روی آوردن در قدم اول اگر مرکز کامپیوتری باشد، بازی های گوناگون آن باشد، بعد از آن دزدی و غارتگری و یراق و اسلحه به دست گرفتن، ببینید زندگی ما، فعالیت ما یک زنجیر حلقه پیوست است و وقتی که ما مثلا نوراست جوان خواه نخواه بعد از جوانی اویلدار میشویم، حتی تاثیر هم این بازی ها من فکر میکنم که در اویله های جوان میموند و یکی از سبب های پاشوردن اویله های جوان هم این مناقشه های است که وقتی که وی در نورسی دیده بود اکنون یراق سرد رو به دست میگیرد، آن رو عملی میکند، من زور هستم، من میتوانم گفته، و من فکر میکنم که یکی از سبب ها همین است. تا کدام اندازه موضوع پیشنیاد گرده موافق مقصد و طبع شما بود؟ مرحمت. افلاطون یک گفتار بسیار خوب دارد، میگوید بهترین تحفه ای که شما میتوانید به کسی دهید وقتی شما است. بله. چون بای دیگر بر نمیگردد. تحفه ای که بی پاداش است، بی بازگشت است. دیگر گذشته را برگردانیده نمیشود. جوانانی که زیادتر رو میبیارند با کارهایی که نه با منفیت خودشان است نه با منفیت دیگران، برعکس تأثیر منفی دارد، پیش از همه در باره آینده خود نه، در باره خودشان نه، در باره والدان خود اندیشه کنند. درست. عنصر مالی کایکاووس میگوید که همان مناسبتی که تو امروز با پدر و مادرت داری، همان گونه مناسبت را در آینده از فرزندان خودت انتظار شو. ببینید والدان ما، والدانی که امروز در تاجیکستان عزیز هستند، در وقتش تا اندازه توانستند در زمان جوانی خود به پدر و مادر خود خدمت کردند، رسالت فرزندی خود را ادا کردند و امروز شب و روز زحمت میکشند تا فرزندانشان همان گونه ای که امروز برای فرزندانشان زحمت میکشند در آینده در دوران پیری دستگیری آنها باشند. البته شخصی که عادت میکند، شخصی که وابسته میشود دشوار است، لیکن از لحاظ معنوی، از لحاظ پسیخیکی نیز آنها اندیشه کنند که در آینده کی دستگیر والدانشان میشود. اگر در ایام جوانی آنها علم ناموزند، صاحب کسب نشوند، موقع خودشان را در جمعیت پیدا نکنند، والدان آنها را به جای آنها یگان کس سرابانی میکند. مگر امروز در بین جوانان یک اندیشه های نسبت پیدا شده است که زیادتر میگن وابسته مادر هستی، وابسته پدر هستی، در جمعیت یعنی پسرک خانه است یا دخترک خانه هستی. این یک مفکوره های پسیخیکی نادرست از غرب است که ما باید اون را قبول نکرده باشیم. مردم شرق از ازل و تا امروز نوابسته از تمام نوگانی هایی که در تمدن جهانی دیده می شود، پاسدار آیله بود، پاسدار پدر و مادر بود، پاسدار ارزش هایی بود که جمعیت را تربیت می کرد. برای همین اگر جوانان ما امروز می خواهند که شخصیت ساز باشند، در جمعیت موقع خودشان را داشته باشند، باره اندیشه کنند که از ساعت های دراز نشستن در روبروی کامپیوتر در ذخیره لغوی آنها کلمه زیاد می شود. نه، از ساعت ها مشغول شدن به تماشای آن نوارهایی که خصوصیت اخلاقی ندارند آنها را تا کجا تربیت می کند؟
نگاه کنید، بین جوانان رقابت در زبان آموزی بیشتر زیاد است، در ختم کردن مؤسسه های عالی تعلیمی، در رفتن حتی برای تحصیل به دولت های دیگر رقابت دیده می شود که این رقابت ذهنی، رقابت معنوی خوب است و شخصی که می خواهد در همین رقابت ها پیشرفت باشد، هر یک ثانیه، هر یک دقیقه خود را برای شخصیت سازی خودش روانه کند، برای اینکه شخصیت هایی که امروز در هوای تاجیکستان، معنوی تاجیکستان، در صحنه معارف تاجیکستان ساخته می شوند، برای پیشرفت آینده وطن ما محک اساسی هستند. جوانان ما امروز کلیدهایی هستند که باید سفته شوند، آماده شوند برای درکشایی های آینده، برای آنکه جمعیت جهانی را، درهای نو را، امکانیت های نو را به سوی تاجیکستان جوان ما باز کرده باشند. و من فکر می کنم یک موضوع بسیار مطرح پذیر بود، از آن مطرحی که امروز استادای عزیزی ما کردند، از آن سوال هایی که جوانان فعال ما دادند و استادا جواب گفتند، بیننده تا کجای اندیشه می کند، تا کجای درک می کند که کاری که من می کنم چی است، منفعت بار است یا از منفعت خالی است، و در باره کاری خود، در باره پیکری خود اندیشه خواهند. تشکر، سلامت باشد. موردی اونه که امروز در بین نورسان، در بین جوانان معمول است که این پسر خانه است، پسر پدر است، پسر مادر است. اکنون من با ارادت و صداقت مندی میگویم که بله، من پسر خانه هستم، پسر پدرم هستم، پسر مادرم هستم. آنها با روزگی خداوند من رو به دنیا آوردن، آیله مکان مقدسی من است، باید که ما از این چیز آر نکنیم، چون که در آیله به کمال میرسیم. فرزند میوه عمر انسان است، او را باید در راه درست تربیه نماییم. چنانچه محمد غزالی میگد، فرزند نظیر ورق سفید است، ما چه نقشی که در او گذاریم او در خود تطبیق میکند. شما هم حالت دزدی که در فدراسیون روسیه قید کردیم و روانشناس هم قید کرد که حالت اگریسیوی نوبلیغه زیاد میکند، این درست است. باید ما فرزندانمون را در روحیه وطن دوستی، خشن شناسی و دوست داشتن این سرزمین تربیه نماییم و راه اندازی گردیدن انا آزمون های جمهوری از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم امام علی رحمان، در این است که همین جایگزین همین اینترنت کافی ها رو بگیرند، یعنی که فروغ سوبی دانای کتاب، علم، فروغ معرفت. ما در آینده باید پیش روی این انا عمل باید بگیریم، باید مکتب، جامعه، اویله، پدر و مادر یک جای همکاری کنند. پدر و مادر باید در همبستگی از حالت به مکتب رفتن فرزند خود آگاه باشد. دوره همون جوانی یا که در نورسی این مهارت دوراندیش بودن ندارند و آنهای دارند که شاید نابغه باشند، شاید گینی باشند، که از صد، مثلا از صد نفر یک است، از هزار نفر یک نفر هست که دوراندیشی را پیشای کار خود میگیرد. دیگر باقی مانده همه این خصوصیت های جوانی در زمینه سن و سال جوانی دوراندیش بودن نمیتوانند و این پدر و مادر تنها میتواند دوراندیش شده و در زمینه یعنی دوراندیشی خودش تربیه نمودن. چگونه ای که ما برای ذخیره نمونه مواد غذایی خود برای زمستان گذرانی و وقت ضرورت پیش میاد هر اون چیزی که ذخیره نمودیم همون به دست آورده میتوانیم، نمیتوانیم چیزی زیادتی به دست آورده و آن خود از خود زیاد هم نمیشود، مقدارش معین است. و در دوره پیرانسالی به خاطر آورند که چگونه ای که تربیه نمودن، همون خیل تربیه، یعنی که تربیه نموده اونا زمینه شده، سبب شده در دوره پیرانسالی او فرزند به او چی میکند؟ دستی کمک دراز میکند، یعنی که نگاه و بین میکند. و چگونه که یعنی که تربیه نادرست کرده باشند، البته که عاقبت وای ناخوب است، به خانه پیرانسالان میبرند و در کوچه میمونند، یعنی که یک نفر پیدا نمیشود که اون از حال و احوال وای به طور مکمل آگاهی داشته باشد. این زمینش همش تربیه، از تربیه وابسته است. چگونه که تربیه نمود همون قدر پاداش میگیرد. برنامه‌ای که مطرح شد یک برنامه خیلی خوب است، یک موضوع روز است و چی از همه اساسیش همین است که ما با بستن اینترنت کافه ها، با بستن یعنی گونه مثلا مکان هایی که در اونها جوانان مثلا وقت خوشی میگذرانن، ما مسائل حل کرده نمیتونیم، چون گفتیم که در عصری 21 زندگی داریم. عامل اساسی این است که یک پژوهش باید انجام پذیرد، یک بها داده شد که اینا چگونه فعالیت میکنند و چی از هم اساسیش این است که ما از راهبری خودی همون اینترنت کافه ها سر کرده
تو محیطی آیلا، تو محیطی اون جوانایی که به اونجا رفت و آمد میکنن، آنها را باید معرفت بیاموزیم. چون ما معرفت بیاموختیم، یعنی ما رای پیشروی جامعه رو نمیگیریم و چی از هم اساسیش این است که اونها را میاموزیم که چگونه از اون استفاده کنن. یعنی با بستن، با شکستن، با مثلا محدود کردن این گونه پیشروی جامعه که اینا پیشروی جامعه حساب میشن، ما نمیتونیم که به اون مقصدهایی که داریم نائل شیم. یعنی عامل اساسی معرفت آموختن مردم است و نسبت این مسئله از ساحه معارف سر کرده تا ساحه فرهنگ، جوانان، کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت، تئاترها، خوب این واسطه های اخباری عامه، همه اینها مسئول هستند که در معرفت ناکی جامعه سهم بگیرند و مردم رو معرفت می آموزیم و هیچ مثلا برای پیشروی جامعه هم خلل نمی رسونیم. تشکر، سلامت باشید. تشکر برای ابراز نظر. حضورین ارجمند، برای تشریفتان، برای ابراز نظرتان جهانی سپاس. در برنامه امروزه در موسم نو بحث ها کردید، صحبت ها بودن، بحث بودن، نظر ها بودن، فکت و رقم ها بودن و فکر میکنم که تا جایی میتوانیم که بهره پیشگیری از عمل های نامطلوب میان نسل نورس و جوان سهمگذاری کنیم و ما نیز بر آن نظریم که مرکز ها فعالیت کرده باشند، لیکن فعالیت پرثمر رو اساسناک و سنجیده شده کنند و ارزش های ملی را پیش از همه در نهاد نسل نورس ما باید تنین انداز کنیم و چنانی که اینجا قید کرده شد، فرزند به مانند همین کاغذ سفید است. امید میکنیم که فرزندان تمام جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن به مثل همین کاغذ سفید گلگون شکوفان باشد. و بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه فکری شما. مسئولیت از شماست، قضاوت از شماست، پیشنهاد موضوع از جانب ما. خیر، تا نزدیکترین دیدار سلامت باشید.